هم جلوی نامحرمان باید حجاب داشته باشیم و در این کار حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگوی خودمون قرار میدیم تا خدای بزرگ از ما راضی و خوشنود باشه. دستوراتی که خدای مهربون در قرآن به اونها اشاره میکنه مثل حجاب و سایر احکام دینی همش برای سعادت و خوشبختی ماست، چون او ما رو آفریده و بهتر از همه کس میدونه که چه چیزی باعث خوشبختی و سعادت ماست و ما رو از بدیها دور نگه میداره. دوستای خوبم، حجاب مثل صدف از شما محافظت میکنه. یک صدف وظیفه داره درون خودش در و گوهر رو از گرد و غبار و آفتها محافظت کنه، چرا که معمولاً هر چیز قیمتی رو دور از دسترس دیگران و در یک جای امن قرار میدهن و وسایل کم ارزش همیشه جلوی دست و پاست. حجاب پوشیده بودن هم صدفی است که از وجود با ارزش و در و گوهرین چون شما محافظت میکنه و شما را از بدی‌ها دور میکنه و باعث میشه که همه به شما احترام بگذارن. حالا با هم برخی از احکام و دستورات خدای بزرگ درباره حجاب رو میبینیم. احکام حجاب در توزیع المسائل مراجع. 1. دختر باید بدن و موی خود را از پسر و مرد نامحرم بپوشاند. 2. پوشیدن لباس‌هایی که توجه نامحرمان را جلب می‌کند جایز نیست. 3. جایز نیست کف پا، روی پا و یا پاشنه پای زنان در برابر نامحرمان نمایان باشد. 4. زنان نباید در حضور نامحرم جوراب‌های نازک پانما بپوشند. 5. نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام و گناه است.